نامش ادریس سیاوش است. 3 هفته می شود که بالای این بایسکل کتابخانه ایجاد کرده. او می گوید پیش از این در لغمان و کابل فعالیت کرده، اما پس از این دامنه فعالیت هایش را به سایر ولایت ها گسترش می دهد. تقریبا شوخ 40 شپی یا ورځی کیږي چې ما دغه بایسکل دغه طرح باندې کار شروع کړی. زه په ټول افغانستان باندې ګرځم، کلی په کلی باندې، خونسی په خونسی باندې، ماشومانو ته کتابونه، مینه، قلمونه او کتابچې ویشم. خو تر اوسه مې یوازې یو ولایت کاور کړی. نو له دې وروسته غواړم چې ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، همدغسې د افغانستان په ټولو ولایتو باندې وګرځم. ادریس به محلات می رود که در آنجا اطفال هیچ سر و کاری با تعلیم ندارند. او به این امید است که نسل آینده با سواد باشد. مون د همدی حرکت لاری کولی سوچی په اوږد محاله که مون با سواد پاتی سودی بی سواده پرند مبارزه وکو او لنور هیوادونو سره سیالی وکو د تعلیم په مټ باندې. یک سوال است تو می کنم؟ اگر برم جواب دادی کتابچام برات میتم، قلمم برات میتم، پنسلم برات میتم، رنگام برات میتم، صحیح؟ تو برم بگو که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کی بود؟ عبدالله. ماشاءالله برشان چک بزن، چه زود جواب داد، آفرین. نهادها و افراد مختلف در بخش تعلیم اطفال تلاش کردند، اما فرق آن با کار ادریس این است که او تا پشت در اطفال می رود. اطفال نیز خوشحال و امیدوارند که این تلاش ادریس تاریکی های زندگیشان را به روشنایی مبدل سازد. من کتاب گرفتم، بسیار خوش آمدم، بسیار به ذوق و شوق گرفتم که در خانه بخوانم و یا در جهان یک چیز شوم. نه خیر قسم، بسیار مهربانی را هیچ وقت ندیده بودم. امروز بسیار خوش هستم که کتاب گرفتم و بسیار خوش هستم و دیگه در خانه ما نجده بودم در بایسکل که آورده باشن صفحه. کتاب هم به ذوقش میخوانم و میخوایم در اینجا یک چیز شم. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان و اداره بین المللی حمایت از اطفال، 3.7 میلیون طفل در حال حاضر به دلیل ناامنی، فقر و مهاجرت ها از تعلیم باز ماندند. فعالیت ادریس شاید سبب تغییر بزرگ و زود هنگام در این وضعیت نشود، اما به هر حال گامز الهام بخش و اثرگذار.